یک پناهجوی 27 ساله سوری در پی انفجار بمب خود در نزدیک محل برگزاری یک جشنواره موسیقی در آنسباخ ایالت بایرن کشته شد. در این انفجار که ساعت 22 شامگاه روز یک شنبه سوم مرداد رخ داد، دست کم 12 نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. یواخیم هرمان، وزیر داخلی ایالت بایرن، به خبرگزاری آلمان گفت این مرد سوری 2 سال پیش درخواست پناهندگی ارائه کرده بود، اما سال پیش این درخواست رد شده بود. اما پس از رد درخواست به دلیل ادامه جنگ داخلی در سوریه به او اجازه اقامت داده شد. آقای هرمان گفت این پناهجو پیشتر سابقه اقدام به خودکشی داشته و زمانی را نیز در یک درمانگاه روانپزشکی گذرانده است. این مقام آلمانی گفته که به نظر می رسد این انفجار یک حمله انتحاری تروریستی بوده است. خبرگزاری رویترز خبر داده که به فرد حامل بمب اندکی پیش از انفجار آن اجازه ورود به جشنواره داده نشده بود. دست کم 2500 نفر برای شرکت در فستیوال موسیقی آنسباخ در مرکز شهر جمع شده بودند که پس از وقوع انفجار از محل تخلیه شدند. آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در ایالت بایرن در جنوب آلمان قرار دارد. ساعتی پیش از انتشار گزارش ها از انفجار آنسباخ، یک پناهجوی سوری در رویتلینگن، شهری در ایالت بادن وورتمبرگ، در حمله ای با استفاده از قمه، یک زن حامله را کشت و 2 نفر دیگر را زخمی کرد. پلیس این فرد را بازداشت کرده است. هفته گذشته نیز یک پناهنده 17 ساله افغان پس از آنکه به گروهی از مسافران در یک قطار حمله کرد و 4 هنگ کنگی و 1 آلمانی را زخمی کرد، توسط پلیس کشته شد. پلیس میگوید حملات توسط جوان ایرانی تبار و پناهجوی سوری در رویتلینگن ارتباطی با گروه‌های تروریستی ندارند. در هر دو مورد گزارش‌هایی از اختلالات روانی مهاجمان نیز منتشر شده است. مقام‌های آلمانی اعلام کردند که عامل تیراندازی از 1 سال قبل در مورد این حمله برنامه‌ریزی کرده و قربانیان خود را به طور تصادفی انتخاب کرده است. روبرت هاینبرگر، بازرس منطقه باواریا، روز یک شنبه سوم مرداد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نوجوان آلمانی ایرانی تبار سال گذشته از مدرسه‌ای که پیشتر در سال 2009 در آن تیراندازی صورت گرفته دیدار کرده و عکس‌هایی از صحنه حادثه تهیه کرده بود. آقای هاینبرگر از ضارب به عنوان داوید اس نام برده است، اما رسانه‌های آلمان در 2 روز گذشته مشخص کردند که نام کامل عامل حمله علی سنبولی معروف به داوید است. پیشتر رسانه‌های آلمان گزارش کرده بودند که خانواده علی سنبولی از زمان اطلاع از نقش فرزندشان در تیراندازی مونیخ در شوک به سر می‌برند و امکان صحبت با پلیس را نداشتند. همچنین بر اساس گزارش‌های دادستان مونیخ هنوز نشانه‌ای از اینکه زاره با هیچ یک از قربانیان این تیراندازی آشنایی داشته یا با انگیزه سیاسی اقدام به این حمله کرده به دست نیامده است. این مقام آلمانی گفت زاره به طور منظم سرگرم بازی ویدیویی ضد حمله بوده که یک بازی فردی است که در آن کاربر اقدام به تیراندازی گروهی می‌کند. پیشتر مقام‌های پلیس آلمان گفته بودند که در خانه مهاجم مقادیر قابل توجهی کتاب و مقاله درباره کشتارهای گروهی پیدا کردند و او تمرکز و علاقه زیادی به موضوع قتل عام داشته است. علی سنبولی نوجوان 18 ساله‌ای که به گفته پلیس در یک خانواده ایرانی مهاجر به آلمان به دنیا آمده، روز جمعه اول مرداد 9 تن را کشت و 27 نفر را مجروح کرد که حال 10 تن از آنها وخیم گزارش شده است. او اندکی پس از این اقدام با گلوله به زندگی خود پایان داد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سوء استفاده رسانه‌های برخی کشورهای منطقه از هویت ایرانی آلمانی عامل تیراندازی مونیخ برای اتهام زنی به جامعه ایرانی را جنگ روانی خواند و گفته
پدران واقعی القاعده، داعش و طالبان می‌خواهند برای کمرنگ کردن پرونده سیاه خود به چنین اتهامات و سخنان بی اساسی تکیه کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به اعلام هویت ایرانی آلمانی عامل حادثه مونیخ نیز گفت که این فرد آلمانی و متولد مونیخ بوده و برخی رسانه‌ها از دورگه بودن شخص تیرانداز و مشکلات روانی وی خبر داده بودند که ما هنوز اطلاع دقیقی در این خصوص نداریم. در یک حادثه تیراندازی در یک کلوپ شبانه در فلوریدا در ساعت آغازین دوشنبه به وقت محلی دستکم 2 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. پلیس آمریکا میگوید این حادثه در شهر فورت مایرز و در یک کلوپ محلی رخ داده که بنابر گزارش ها مهمانی نوجوانان در آن برگزار می شده است. گزارش ها حاکی است زخمی ها به درمانگاه های محلی منتقل شدند و حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده است. تاکنون 3 نفر در ارتباط با این تیراندازی دستگیر شدند. پلیس میگوید در حال تلاش برای یافتن انگیزه این حمله است. پلیس همزمان 2 مکان دیگر را هم در ارتباط با این تیراندازی بازرسی کرده است. 6 هفته پیش مردی مسلح به یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا حمله کرد و 49 نفر را کشت. این حمله مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا بود. ابتدا اشاره بکنم به این خبر که آقای بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که گارد ریاست جمهوری در این کشور منحل خواهد شد. او گفته کاخ ریاست جمهوری دیگه نیازی به این گارد نداره. او همینطور خبر از بازداشت تعدادی از افسران این گارد رو داده و آنطور که به شبکه تلویزیونی آهبر ترکیه گفته گویا بخشی از نیروهای گارد ریاست جمهوری در ماجرای کودتا نقش داشتن و دلیل منحل شدن این گارد هم به نظر میرسه همین موضوع هستش. آقای یلدیریم گفته یک گروه از نیروهای گارد محافظ ریاست جمهوری به شبکه دولتی TRT رفتن و این شبکه تلویزیونی رو به اشغال خودشون درآوردن. گارد ریاست جمهوری ترکیه 2500 نیروی عضو داره. آقای یلدیریم همینطور به رسانه ها گفته که در پی کودتا در این کشور تا کنون بیش از 13 هزار نفر بازداشت و روانه زندان شدن. اما مطلب مهم دیگه برمیگرده به دلخوری آقای ارغان از سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، میت ترکیه. دلیلش همین است که آقای ارغان انتقاد کرده از مسئولان سازمان اطلاعاتی و گفته که خبر کودتا رو من از شوهر خواهرم شنیدم. از طرف دیگه آقای ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری میگه دلیل اینکه کودتاگران برنامه خودشون رو جلو انداختن این بوده که اونها متوجه شده بودن که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از برنامه اونها با خبر شده و هدفشون لو رفته. آنطور که برخی رسانه‌های ترکیه خبر دادن گویا عصر جمعه 15 جولای ساعاتی پیش از کودتا و در پی برخی تحرکات مشکوک در ارتش هاکان فیدان رئیس اطلاعات و امنیت ترکیه با حلوسی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه دیدار میکنه. در واقع به گفته آقای کالین اونها اطلاعات اولیه‌ای از احتمال کودتا در اختیار داشتن و حتی ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در تدارک اقدامات پیشگیرانه هم بوده، اما این اقدامات گویا خیلی کند صورت گرفته. و اما خبر جالب دیگه این که در گزارش‌های قبلی هم اشاره کردم سازمان دیانت ترکیه که عالی‌ترین در واقع مقام مذهبی در این کشور هستش گفته این سازمان به اجساد کودتاگران خدمات کفن و دفن رو ارائه نخواهد داد. حالا خبر جدیدتر رو در این باره روزنامه حریت اعلام کرده و نوشته قرار هست که گورستانی جدا و جدیدی برای اجساد کودتاگران در ترکیه در نظر گرفته بشه و حتی این گورستان با نام گورستان خائنان نامگذاری بشه. و خبر آخر این که در یک اتفاق کم سابقه عصر یک شنبه طرفداران حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت، در میدان تقسیم استانبول جمع شدند و تظاهراتی رو تحت عنوان تظاهرات بزرگ دفاع از دموکراسی رو انداختن. فراخوان رو خود حزب جمهوری خلق داده بود و گفته بود که تنها تصویر کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه و پرچم ترکیه در این تجمع هم بشه. ولی خب اشاره بکنم به هر حال همونطور که میدونیم چندان سابقه نداره که حزب جمهوری خلق همراه با حزب حاکم عدالت و توسعه در یک تجمع شرکت بکنن. با این همه طرفداران آقای اردوغان هم در تجمع دیشب حضور داشتند.
اما هواداران آقای اردوغان هم البته بعد از 9 روز هنوز در خیابان‌ها حضور دارند، تجمعاتی که دولت از اون تحت عنوان تجمع مردم در نگهبانی از دموکراسی یاد میکنه. در تازه ترین گزارش های تصویری از این دست، این بار تصاویری از تجمع هواداران آقای اردوغان رو در شهر آنکارا و میدان کیزیلای تهیه کردم که در پایان این گزارش با هم میبینیم. هواداران آقای اردوغان هست در پایتخت این کشور، شهر آنکارا و میدان کیزیلای. ساعت حدود 1:30 شب هست و این تجمع هنوز ادامه داره. در ادامه اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام روز دوشنبه 4 مرداد خبر رسید که مقام‌های این کشور برای 42 نفر از روزنامه‌نگاران نیز حکم بازداشت صادر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نازلی ایلیجاک روزنامه‌نگار معروفی که در سال 2013 به خاطر انتقاد از وزیران متهم به رسوایی مالی از روزنامه سبا اخراج شده بود، نیز در میان کسانی است که روز دوشنبه برای او حکم جلب صادر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سال 2013 رقیب سیاسی خود فتح الله گولن را در رسوایی مالی یاد شده مقصر اعلام کرد. روز دوشنبه همچنین خبر رسید که دولت ترکیه قصد دارد در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر این کشور شماری از سفیران ترکیه را از کار برکنار کند. در پی کودتای نافرجام 25 تیر دولت اردوغان دست به پاکسازی های گسترده زده و بیش از 60,000 سرباز، پلیس، قاضی، آموزگار و کارمند را از کار برکنار و یا بازداشت کرده است. اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، انحلال گارد ریاست جمهوری و ممنوع الخروج کردن اساتید دانشگاه از دیگر اقدامات اخیر دولت اردوغان در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر است. روز دوشنبه نیز خبر رسید که در اقدامی جدید پلیس ترکیه با هجوم به یک دانشکده افسری در استانبول حدود 40 نفر را در این دانشکده دستگیر کرده است. سازمان عفو بین الملل به تازگی اعلام کرده که مدارک موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد بازداشت شدگان اخیر در ترکیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شدند، اتهامی که مقام‌های ترک آن را به شدت تکذیب می‌کنند. مقام‌های ترکیه در این حال از احتمال بازگرداندن حکم اعدام به قانون این کشور خبر می‌دهند و در این ارتباط رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در صورت چنین اتفاقی مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بلافاصله متوقف خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران دستگیری رضا شاهینی، یک شهروند ایرانی آمریکایی در شهر گرگان را تایید کرد. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یک شنبه 3 مرداد در پاسخ به سؤالی درباره متهم شدن آقای شاهینی به اقدام علیه امنیت ملی گفت که درباره نوع اتهام و عنوان اتهامی فرد بازداشت شده اطلاعی ندارد. هفته گذشته اعضای خانواده آقای شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی مقیم شهر سندیگو، به رسانه ها گفتند که او مدتی پیش در ایران بازداشت شده است. به گفته اعضای خانواده، آقای شاهینی حدود 2 ماه پیش برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده و مدتی قبل در شهر گرگان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون نام بردن از فرد دستگیر شده گفته است که او در گرگان بازداشت شده، اما پرونده‌اش در تهران رسیدگی می شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز 5 شنبه 31 تیر اعلام کرد در حال بررسی درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت رضا شاهینی است.
دوست دختر او به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که نگران است که آقای شاهینی 46 ساله به دلیل اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از کارنامه حقوق بشر ایران بازداشت شده باشد. بنا به گزارش‌ها رابین شاهینی در ماه مه سال 2016 از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سان دیگو مدرک امنیت بین‌المللی و حل مناقشه دریافت کرد. همزمان عباس پالیزدار که گروهی از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را به فساد مالی گسترده متهم کرده و به این دلیل زندانی شده بود، جزئیات تازه‌ای را از کشمکش قضایی خود با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مطرح کرده است. آقای پالیزدار به اتهام افترا و نشر اکاذیب از سعید مرتضوی شکایت کرده بود. آقای پالیزدار مدعی شده که آقای مرتضوی در یکی از جلسات دادگاه از دست قاضی عصبانی شده و هنگام ترک اتاق خطاب به قاضی او را تهدید کرده و گفته من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف میزنید. من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام دادم را از کشور خارج کردم. شما هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید. به گفته آقای پالیزدار، دادستان سابق تهران زمانی که هنوز در قوه قضایی مقام داشت او را تهدید به اعدام کرده و گفته بود که خودش صندلی اعدام را از زیر پای او خواهد کشید. پرونده شکایت عباس پالیزدار از سعید مرتضوی هنوز باز است و حکمی برای دادستان سابق تهران صادر نشده است. سعید مرتضوی برای ادامه رسیدگی به اتهام‌هایی که در زمان ریاست سازمان تأمین اجتماعی علیه او مطرح شده بود هم باید به زودی در دادگاه دیگری حاضر شود. در آذر ماه سال گذشته انتشار خبر خروج سعید مرتضوی از ایران باعث اعتراض یکی از نمایندگان مجلس شد. نماینده آبادان گفته بود چرا آقای مرتضوی که به دلیل اتهام‌های مطرح شده علیه او ممنوع الخروج است اجازه یافته از کشور خارج شود. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات پاییز آینده از ورود مهاجران سوری به این کشور جلوگیری خواهد کرد. وی در گفتگو با شبکه خبری NBC گفته ایالات متحده باید با دقت درباره مهاجران و مسافرانی که به خاک آمریکا وارد می‌شوند تحقیق کند و کسانی که از مناطق مورد حمله تروریستی از جمله آلمان و فرانسه می‌آیند باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرند. نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین از هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات انتقاد کرد که به گفته وی قصد دارد شمار مهاجران وارده از سوریه را 550% افزایش دهد. نحوه برخورد با پناهجویان و مهاجران یکی از مسائل مورد بحث میان آقای ترامپ و خانم کلینتون است. یکی از برنامه‌های انتخاباتی آقای ترامپ ساخت یک دیوار برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی از سمت جنوب به خاک آمریکا است. همزمان و در آستانه برپایی گردهمایی سراسری حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری، دبی واسرمن شولتز، رئیس کمیته ملی حزب به دلیل افشاگری اخیر ویکیلیکس از سمت خود کنارگیری کرد. افشاگری وبسایت ویکیلیکس حاکی از آن است که در ایمیل‌های رد و بدل شده میان برخی اعضای این کمیته آنها در تلاش بودند از باورهای فکری برنی سندرز در جریان رقابت‌های درون حزبی میان او و هیلاری کلینتون علیه آقای سندرز استفاده کنند. خود آقای سندرز در واکنش گفته خانم واسرمن شولتز تصمیم درستی برای آینده حزب دموکرات گرفته است. وی تصریح کرده رهبری حزب باید در جریان روند انتخاب نامزد درون حزب مستقل باقی بماند، آنچه در روند رقابت‌های سال 2016 رخ نداد. آقای سندرز که از نامزدی هیلاری کلینتون حمایت کرده است در روز آغاز گردهمایی سراسری حزب که انتظار می‌رود کلینتون در آن به عنوان رقیب دونالد ترامپ معرفی شود همراه میشل اوباما از سخنرانان نخست این مراسم است. گردهمایی دموکرات‌ها از روز دوشنبه به وقت آمریکا آغاز می‌شود و مانند گردهمایی پیشین توسط جمهوری‌خواهان 4 روز طول خواهد کشید.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که افشاگری اخیر ویکی‌لیکس می‌تواند ضربه‌ای به کارزار هماهنگ دموکرات‌ها برای رقابت با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه باشد. خبرگزاری رویترز می‌گوید در این حال کارزار خانم کلینتون این احتمال را مطرح کرده است که افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس با کمک روسیه در حمله به ایمیل‌های حزب دموکرات صورت گرفته باشد. هیلاری کلینتون در مصاحبه با شبکه CBS گفته هیچ یک از ایمیل ها را نخوانده و در این حال معتقد است تلاش برای استفاده از باورهای مذهبی یا فکری سندرز علیه او کاری اشتباه و غیر قابل قبول بود. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در مراسم پذیرش نامزدی حزب جمهوری‌خواه گفته بود هواداران برنی سندرز رای دهندگان بالقوه به او هستند. برنی سندرز گفته هدف اصلی آن است که ترامپ به کاخ سفید راه پیدا نکند. در حاشیه 27مین اجلاس سران اتحادیه عرب در نواکشوت پایتخت موریتانی، بیانیه از سوی 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد. این کمیته 4گانه در ژانویه سال 2016 میلادی و به موجب قطعنامه 8879 اتحادیه عرب تشکیل شد. اعضای این کمیته همچنین گزارشی را بررسی کردند که توسط اتحادیه عرب و سازمان نظارت بر اظهارات منفی مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه کشورهای عربی تهیه شده بود. در بیانیه کمیته 4گانه ادعا شده که دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی اخیراً به شدت تشدید شده و همچنین مقامات ایرانی اظهارات تحریک کننده علیه کشورهای عربی بیان کردند. این کمیته بارها از تجاوزات جمهوری اسلامی ایران و دخالت‌های آن در امور کشورهای عربی سخن گفته و آن را محکوم کرده است. کمیته 4گانه همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته دست از اقداماتی که منجر به حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های خرابکار می‌شود بردارد و نیز از اظهارات تحریک‌آمیز و پرخاشگرانه خودداری کند. نویسندگان این بیانیه در پایان این پرسش را مطرح کردند که آیا اساساً ایران خواهان بهبود روابطش با کشورهای عربی است یا نه؟ در حالی که شواهد بسیاری از دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی وجود دارد، مثل دخالت تهران در بحران‌های بحرین، یمن و سوریه. کمیته 4گانه کشورهای عربی همچنین یک بار دیگر مالکیت ایران بر جزایر سگانه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا را زیر سوال برده و آن را اشغال این جزایر توسط ایران خوانده است. ایران همواره بر مالکیت همیشگی خود بر این جزایر تاکید کرده و این جزایر را بخشی جدایی ناپذیر از خاک خود می داند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شمار کشته و زخمی شدگان غیر نظامی در افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه از سال 2009 به بالاترین سطح خود رسیده است. دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان یوناما روز دوشنبه 4 مرداد در گزارشی نوشته که مجموع این آمار در 6 ماه به 5166 نفر میرسد که 1601 نفر آنها کشته و مابقی زخمی شدند. اگرچه تعداد کشته شدگان 6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه مشابه آن در سالهای 2014 و 2015 کمتر است، ولی تعداد زخمیان با رقم 3565 نفر بیشتر از هر سال دیگر است. تعداد کشته شدگان در 6 ماه نخست سال 2009 به 1052 و شمار زخمیان به 1440 نفر رسیده بود که بیانگر سطح پایین خشونت در 6 سال پیش در مقایسه با سال جاری است. بر اساس گزارش یوناما از آغاز سال 2009 تا 30 ژوئن امسال 22941 غیرنظامی کشته و 40993 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته که کشته شده های خشونت های 6 ماه نخست امسال شامل 388 کودک و 130 زن هم می شود. بر اساس این گزارش شمار کودکان زخمی هم قابل توجه است. تعداد 1121 کودک. تاداماچی یاماموتو فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده که این گزارش
بیانگر ناکامی طرف‌های درگیر جنگ در پایبندی به تعهد خود در راستای تأمین امنیت جان غیرنظامیان در منازعه است. رئیس یوناما گفت انتشار این گزارش باید درخواستی باشد از جناح‌های درگیر جنگ برای کاهش تلفات غیرنظامیان، کسانی که هنگام عبادت، آوردن آب و درمان در بیمارستان‌ها کشته و زخمی می‌شوند. زید رعد حسین رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر نیز گفته است آمار تلفات غیرنظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در جنگ افغانستان هشدار دهنده و شرم‌آور است. آقای رعد حسین از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که از هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان توسط سلاح‌های سنگین در محلات غیرنظامی خودداری کنند و مسئولیت عاملان تلفات غیرنظامیان باید پایان یابد. گزارش سازمان ملل همچنین افزوده درگیری‌های زمینی هنوز هم عامل بیشترین تعداد تلفات غیرنظامیان است و به دنبال آن حملات پیچیده انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای باعث تلفات غیرنظامیان می‌شوند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که نماینده کشورش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی اعتراض ایران را به آنچه که وی درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته‌ای ایران خواند به مقامات این نهاد بین‌المللی ارائه خواهد کرد. آقای کمالوندی این سخنان را در تازه ترین واکنش ایران به انتشار محتویات یک سند محرمانه در ارتباط با توافق اتمی ایران با دولت‌های غربی موسوم به برجام که خبرگزاری اسوسییتد پرس اخیراً آن را فاش کرد گفته است. وی تاکید کرده بخش‌هایی منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه بماند. تلقی ما این است که این بخش‌ها از آژانس درز کرده است. روز شنبه دوم مرداد ماه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک گفتگوی خبری گفت ما از آژانس خواستیم که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند. البته توافق کردیم که این برنامه به شکل محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه و محفوظ بماند. آقای صالحی تاکید کرد که قصد نداریم خودمان این برنامه را اعلام کنیم. اگر خودشان اعلام کردند، اولا خلف وعده است و دیگر این که با انتشار آن مردم ما مطلع می شوند ما چه پیشبینی های درست و مناسبی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشورمان داشته ایم. پیشتر نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به انتشار محتویات این سند محرمانه در ارتباط با توافق اتمی ایران این سند را افتخاری خواند که مذاکره کنندگان ایرانی به دست آوردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با انتشار این سند نوشت که این مدرک نشان می‌دهد بخش‌های مهمی از محدودیت‌های اعمال شده بر برنامه هسته‌ای ایران بر اساس برجام چند سال پیش از انقضای این توافق 15 ساله تسهیل خواهد شد. این خبرگزاری نوشت این سند حاکی است که از ژانویه سال 2027 یعنی 11 سال بعد از اجرای توافق ایران میتواند سانتریفیوژهای مرکزی خود را با دستگاه‌های پیشرفته جایگزین کند. این سند میگوید از 11 تا 13 سال پس از اجرای برجام ایران میتواند سانتریفیوژهایی تا 5 بار کارآمدتر از 5060 سانتریفیوژی که هم اکنون محدود به استفاده از آنهاست نصب کند. به نوشته اسوسییتد پرس این تنها سند مرتبط با برجام است که علنی نشده، هرچند مقام‌های آمریکایی می‌گویند که اعضای کنگره آن را دیدند. دیپلماتی که این سند را در اختیار اسوسییتد پرس گذاشته گفته که هرچند این سند رسماً جدا از برجام است اما عملاً بخشی از آن توافق به حساب می‌آید، چون به تایید ایران، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان رسیده است. اسوسییتد پرس نوشت این سند نمیگوید که بعد از 13 سال سرنوشت غنی‌سازی چه خواهد شد. این میتواند نشانه پایان احتمالی همه محدودیت‌ها بر شمار و نوع سانتریفیوژها ضمن ادامه محدودیت بر سایر بخش‌های کمتر حساس برنامه اتمی ایران تا 15 سال باشد. از عصر روز جمعه تا شامگاه یکشنبه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در 14 شهر بزرگ اروپایی و یا امریکا و کانادا
دست به یک اعتصاب قضا زدن با عنوان صدای آزادگان در بند باشیم. در واقع این گروه و این تجمع و اعتصاب در پی این بود که دست کم زندانیان سیاسی در ایران از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار باشند. تجمع روز جمعه در پاریس سخنرانی هایی داشت و سخنرانانی که به گوشه های کوتاه از آن توجه می کنید. در ماه‌های اخیر هممون شاهد موج اعتصاب‌های قضای زندانیان سیاسی برای خواست‌های اولیه‌ای که حقوق اونها هست، حقوقی که در قوانین بین المللی حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده ولی همواره محروم بودن از این حقوق. وقتی که لیست این زندانی ها که حالا بهمن اینجا گفت گفت یه حدودی خودم هم توی این سایت ها میخونم، اصلا غیر قابل باوره که مثلا 70 نفر در جاهای مختلف ایران و در زندان‌های مختلف زن و مرد ماها اعتصاب بکنن و اون در شرایط بسیار سخت زندان‌های جمهوری اسلامی که فکر میکنم شرایط ما یه کمی بهتر بود. انسان‌ها زندگی می‌کنم و انسان‌ها را دوست می‌دارم، حرکت را دوست می‌دارم، تفکر را دوست می‌دارم، مبارزه را دوست می‌دارم. تو انسان بهارانی. نرگس محمدی که به حق یکی از چهره‌های مقاومت ایران هست، یکی از چهره‌های درخشان مقاومت ایران هست، امروز این نکته هست، یعنی مادری هم ممنوع. اگه لیست ناظم حکمت رو بگیم توی حکومت‌های مثل نظام جمهوری اسلامی این لیست اصلا بسته شدنی نیست. پس زندگی ما چی میشه؟ وحید، ما زندگی نداشتیم سیما. اون یه سراب بود، یه سراب ساختگی توی بیابون جهنمی. من از اینجا که بهش نگاه میکنم اثری ازش نمیبینم، ولی ما با هم یه قراری گذاشتیم وحید. فراموشش کن، قرار ما پایه و اساسی نداشت. اگر به ما که اومدیم اینجا ایرادی وارده، این نیست که چرا نکردیم، چرا این اعتراض رو نکردیم، این است که این ایراد وارده که چرا این اعتراض رو نقطه چین کردیم. 6 ماه من این کار کردم، خودم رو کشیدم کنار، 6 ماه بعد ایشون کرد، 3 ماه بعد کسی دیگه. نه، برگردیم به این که اعتراض به حقوق بشر رو تبدیل بکنیم به یک مبارزه دائم، یه مبارزه عام. در عصر روز شنبه در میدان جمهوری نیز تعدادی از ایرانیان و یا همان سخنرانان و همان اعتصاب کنندگان با دشواری قابل حدس خود رو به این میدان رسوندند و در نتیجه با یکی از این برگزار کنندگان اعتصاب و اعضای این کمیته گفتگوی کوتاهی داشتند. 14 تا شهر در اروپا و امریکا، کانادا شروع کردیم به یک اعتصاب قضایی برای زندانیای سیاسی و عقیدتی که تو ایران هستن و بیشترشون خیلی ها شناخته شده، خیلی ها نشناخته شده، اعتصاب قضا میکنن برای اینکه به اولین حقوقای اجتماعیشون به عنوان زندانی دسترسی پیدا کنن، مثلا ارتباط با فامیلشون، مثلا آزادی های کوتاه برای وفات پدر، مادر یا نزدیکاشون، تولد نزدیکاشون. یا برای شما حتی آزادی بیرون از زندان هم نیست، بلکه داخل زندان. بلکه داخل زندان، یعنی اولی
چنین آزادی هایی که یک زندانی حق داره داشته باشه. به نظر شما کلید این مشکلات دست آقای روحانی است یا کلید مفقوده؟ این کلید مفقوده. آقای روحانی هم این کلید رو نمیدونم چیکار کردن، چون هیچ کاری آقای روحانی از وقتی که اومدن هیچ فرقی برای زندانیای ما هیچ فرقی نکرده، هیچ چیزی بهتر نشده، اعدام ها بالا رفته، شرایط زندان بدتر شده، خیلی از این زندانی ها حتی به اون شرایط اولیه‌ای که ما انتظار داشتیم آقای روحانی اقلا به اینا بده دسترسی پیدا نکردن. پاریس، تلویزیون ایران فردا.